پیدا کردن گنج در تونل‌های باستانی با وجود شاخصه‌های خیلی مهم همراه با حفاری. با سلام و درود خدمت کاوشگران عزیز و گرامی، باسم با یک کلیپ آموزشی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. خب دوستان، همونطور که دیدید یک سوسکی که شما مشاهده کردید که در داخل تونل های باستانی، چون کف اون رو با خاک دستی پر میکنم و همراه با خاک دستی یک ناسمی به اون آغشته میشه دوستان، و این نشانه اینی که این دفینه باز شده و اون قسمت دیگه خونسا شده دوستان. ببینید تونل های باستانی طولشون حداقل به فاصله 104 105 الی تا 120 متر میره دوستان، و سقف آن هم در بعضی جاها 1.5 و در نهایت بیشترش به 2 متر میرسه دوستان. و اینکه در بغل هواکش هایی رو قرار دادن که چون در عصر باستان قدیم اینها با چراغ های نفتی می اومدن داخل و اونجا رفت و آمد داشتن، به خاطر اینکه گاز گرفتگی نداشته باشه اون هواکش ها رو قرار می دادن دوستان. و اینکه باسم وجود این سوسکا در کف این تونل هست که چون این تونل ها رو با خاک دستی کاملا پر میکردن دوستان که در یغما بمونه، واقعا این دفینه ها چون دفینه های با ارزشی بوده، طرف میخواسته که کاملا در یغما بمونه و کسی به اون دست پیدا نکنه، چون اونها تصمیمات، چون من در علم باستان شناسی که خوندم یک طرز فکرهایی رو داشتن دوستان، حالا تعریف میکنم. این جوغن و اسکنه هایی که شما مشاهده کردید عمق فصل تقریبا حد فاصله بین این دیوار که ما داریم راه میریم رو مشخص میکنه. همچین جاهایی که شما مشاهده کردید اغلب در تومولوس ها هستند و تپه های باستانی این راه ها رو، تونل ها رو قرار میدادن دوستان. خب من پسم در مورد اینکه گفتم در از علم باستان، اینها کاملا دفینه‌ای که دفینه گذاری میکردن یه اعتقاداتی داشتن که زمانی که فرد فوت میکرد کلن هر قومی یا هر اشخاصی که در اون زمان بودن طرز فکرهایی رو برای خودشون داشتن دوستان. خب این آدم هم جز به کسایی بودن که دفینه رو به منزله احداث یا مثلا تحویل به خود، مثلا حالا اون اعتقادات خودش، حالا خدای خودشون، دیگه حق نداشتن کسی به این دست بزنه و اون رو کاملا تدفین میکردن دوستان. به خاطر این کفه غارها رو کاملا با خاک دستی و همراه با سم انجام میدادن که کسی به هیچ عنوان این ورودی ها رو پیدا نکنه. ببینید خیلی زحمت کشیدن دوستان، خیلی تلاش کردن و این قسمت ها رو خاک دستیش رو کشیدن بیرون، ولی متاسفانه گفتم اینجا باز شده قبلا و قسمت هایی که در جلو قرار داره، حالا انشالله یکم در جلوتر میریم و اینها رو نشون میدم. اینجا بعضی تخریب رو انجام دادن کسی که قبلا اومده، ولی نتونسته درب ورودی اصلی رو پیدا بکنه دوستان. زمانی که شما این غار رو، این تونل رو به انتها میرسونید، خب به یک اتاقک و یک دالان میرسید. خب اون اتاقک دو راه داره، یک گربه رو و یک اتاق اصلی که دوستان دارن اونجا رو حفاری میکنن و انشالله که به دفینه اصلی برسن، چون فکر کنم یک کارشناسی دیگه اومده و اون قسمت رو براشون مشخص کرده. البته قسمت گفتم اینجا تخلیه شده، ولی درب اصلی رو پیدا نکردن دوستان. ببینید شکل اتاقکی رو شما مشاهده بکنید دوستان، مثل مربعی هست. اینها برمیگرده به دوران همون پادشاهان و حکام هایی که تپه های باستانی و تومولوس رو براشون درست میکردن و این تونل ها رو براشون درست میکردن که راه رفت و آمدشون بوده، چون اینها کاملا مال اونا بوده و حاکمیت خودشون رو زمانی که فوت میکردن این هم دیگه کاملا مسدود میکردن. ببینید این بنده خدا اینجا داره کار میکنه و 2 متر دیگه
به خود اتاقت میرسه و سمت چپی که الان میخوام بهتون نشون بدم، اون قسمت یک گربه رو هست که یک تستی رو ما باید انجام بدیم انشالله با دوستان که ببینیم در کجای دیگه اتاقک وجود داره دوستان. البته دستگاه در بالا عمق رو میزنه ولی به اون قسمت هایی که آدم میخواد بره فکر نکنم دیگه آنتن یا آلارم بده. خیلی از دستگاه ها هستن این کار رو میکنن ولی خیلی تنظیماتش بالا هست و این خیلی مشکل و دشواره. به خاطر همین ما اومدیم پایین و این قسمت رو داریم مشاهده و نکته برداری میکنیم دوستان. خب پیدا کردن این یک سنگ شاخصی هست که در جلوی پلوم در تونل هست و این سنگ شاخص که زمانی برداشته شه این تونل پدیدار میشه. خب ممنون و سپاسگزارم که با من همراه بودید.